علی اکبر امیدمهر دیپلمات پیشین ایران در پاکستان، هند و افغانستان مهمان این بخش از برنامه هستند. از دانمارک با ما هستند. آقای امیدمهر، خیلی ممنون برای فرصتی که گذاشتید. روابط امنیتی ایران و پاکستان به نظر شما در وضعیت مدیریت شده است یا به نقطه خطرناک رسیده؟ خب بعد از اینکه این اقدام و انجام دادن حمله به پاکستان که برای اولین بار بعد از جنگ 8 ساله با صدام ایران به یک کشور همسایه تجاوز میکنه و از اول استقلال پاکستان تا حالا همچنین تجاوزی به سرزمین پاکستان رخ نداده، یه نقطه عطفیه در روابط بین دو کشور. به این ترتیب این میهمان شما میفرمایند که رهبر اطلاع نداشته، ایشون فرمانده کل قوا هستند و چطور مگه میشه سپاه بدون دستور ایشون یه حمله ای رو به کشور همسایه انجام بده؟ به این ترتیب به نظر من اینا در فکر این بودن که یک با یه جنگ محدود دو تا حمله به غرب کشور، یکی به شرق کشور، بلکه یه جنگ محدود ایجاد بکنن، خودشون و دستگاه خلاصه همه چیزشون رو نجات بدن. همانطور که در جنگ 8 ساله با عراق آقای خمینی گفت جنگ نعمتی است و یک موهبت الهی. اینا هم فکر کردن که مثلا با حمله به پاکستان یا به عراق و سوریه بلکه بتونن تمام مسائلشون رو حل بکنن. آقای امیدمهر، والس جورنال یک گزارشی منتشر کرد که آمریکا پیش از اون حمله تروریستی کرمان به جمهوری اسلامی هشدار داده بود که داعش در حال برنامه‌ریزی برای حمله است به در داخل ایران و این رو از طریق ظاهراً یک در واقع کانال مخفیانه محرمانه این اطلاعات رو به ایران منتقل کردن. با این وجود، با اشراف به اینکه تهران میدونسته که قرار داعش عملیات تروریستی انجام بده در داخل ایران در مراسم قاسم سلیمانی، اون مراسم رو برگزار میکنن، اون تعداد افراد کشته میشن و بعد در واکنش به اون دست به چنین حمله میزنند. فکر میکنید در داخل سیستم امنیتی جمهوری اسلامی چه میگذره؟ آیا در واقع به استقبال چنین اتفاقاتی میرن برای اینکه بتونن مثلا از بحران‌های داخلی بیرون بیان؟ این بحثی بود که ما در نظرسنجی هم با مخاطبین در میون گذاشتیم که آیا واقعا ممکنه این نهایتاً بر علیه خود نظام جمهوری اسلامی عمل بکنه، این بحران آفرینی‌ها در کشورهای همسایه؟ البته من فکر نکنم که مثلا در داخل تشکیلات رژیم کسایی هستن قدرت میدونن که دست سپاه و بیت رهبری، بنابراین اینا چگونه یک گروهی در ایران میتونه در مقابل فرماندهی سپاه و بیت رهبری استادگی بکنه؟ این طرح توطئه رو من نمیپذیرم، با عقل دور نمیاد. علت حمله یعنی نتیجه گرفتن این اطلاعاتی که آمریکا در اختیار رژیم گذاشت به خاطر این بوده که اینا میخواست ببینید اینا در آستانه انتخابات اسفند ماه مشکلات داخلی دارن، میدونن که مردم شرکت نخواهند کرد، مردم ناراضی هستند، مردم سوگوار عزیزان از دست داده هستند، بنابراین خیلی دلشون میخواد به یه بهانه شاید اون عقب بندازن یا در اثر یه جنگی یه مشکلاتی برای ملت ایران ایجاد بکنن که مردم ایران مجبور بشن از ترس مثلا حملات دشمنی ها و بمباران ها و این چیزهای جنگ دیگر دوباره به رژیم سراغ رژیم برن و اینا از این حالت در بیارن. من حس میکنم یعنی واقعا به این نتیجه رسیدم که اینا تعمدی این هشدار آمریکا را در نظر نگرفتن و بعد تازه بعد از این که حمله کردن گفتن که داعش خراسان به دستور آمریکا به فلانجا حمله کرد. آخه چجوری میشه درست در مراسمی که قرار عناصر رژیم جمع بشن اونا دور خودشون اون طرف میرن، بعد دختر قاسم سلیمانی و بعضی از رهبرانی که باید در سالگرد ایشون در اونجا شرکت میکردن در تهران در یه جلسه شرکت بکنن. اتفاقا نکته جالبی از این که اشاره میکنی، چون ابتدا حمله رو با وجود این که الان بر اساس گزارش که والستریت جورنال میگه آمریکا به جمهوری اسلامی اطلاع داده، از پیش هشدار داده چنین حمله اتفاق میفته، جمهوری اسلامی بلافاصله آمریکا و اسرائیل رو در واقع عامل این حمله معرفی میکنه و بعد آمریکا وقتی که اشاره میکنه که اینا نه داعش خراسان هستن، جمهوری اسلامی میپذیره که البته هنوز هم اونا سرش در واقع بحث دارن. می‌خواستم آقای امیدمهر، چون وقتمون هم محدود هست، این پرسش رو باهاتون در میون بذارم. سفرهای دو تا کشور در واقع ایران و پاکستان فردا برمیگردن به محل ماموریتشون و 9 بهمن ماه هم آقای
امیر عبداللهیان از پاکستان دیدن میکنه. فکر میکنید که این چه پیامی رو به لحاظ منطقی در واقع منعکس میکنه؟ اینکه این تلاش جمهوری اسلامی برای مدیریت قضیه یا نشون دهنده واقعا روابط دو کشور انقدر ایران و پاکستان منظورم هست که انقدر عمیقه که میتونه چنین بحرانهای جدی رو مدیریت بکنه؟ بله، روابط جمهوری اسلامی با پاکستان بسیار عمیق. آیسای پاکستان در طول ماموریت‌هایی که من در پاکستان و هند و افغانستان داشتم روابط فیمابین بسیار نزدیکی با هم دیگه دارن. اصلا سیاست داخلی و تنظیم روابط با خارج را آیسای پاکستان که حرف اول و آخر را در پاکستان میزنه تنظیم میکنه. با همیشه با همدیگه در تماس هستند. احتمالاً شاید مثلا به آیسای پاکستان گفته باشن که ما میخوایم این کارو بکنیم، ولی بعداً ارتش که مطلع نبوده این کارو رو انجام میده. بنابراین به نظر من رژیم جمهوری اسلامی ایران بعد از این که پاکستان اصلا انتظار نداشت که حملاتی بکنه، وقتی این حملات شد بابی میشه، نقطه عطفی میشه برای کشورهای دیگه، مثلا جمهوری آذربایجان یا با ترکیه با همسایه های دیگه، میگن اون بود شکست، ما هم میتونیم این کارو بکنیم. بنابراین بلافاصله اول خود مقامات جمهوری اسلامی کوتاه اومدن، وزیر خارجه آقای رئیسی نمیدونم دیگران کوتاه اومدن، و من اخباری که بررسی میکردم نوعی التماس، نوعی تقاضای بازگشت به دوستی سابق در لحن گفتار مقامات جمهوری اسلامی میدیدم. بلافاصله پاکستانی ها هم اینو در نظر گرفتن. ببینید پاکستان با هند مشکلاتی داره، باید با همسایه های اطراف مخصوصا با جمهوری اسلامی که مرز مشترک دریایی هم داره روابط حسنه داشته باشه. سعودیان بالعکس نفوذ دارن در پاکستان، بنابراین برای تنظیم روابط بسیار مشکله. من احساس میکنم که بعد از این اتفاقی که رخ داده اینا مرزهای فیمابین رو دیگه با کنترل کامل میکنن، محدودیت های با ارتش آزادی بخش بلوچستان و جیش العدل در اونجا میکنن. یادمون باشه در طول این مدت یه ترورهایی در پاکستان و یه ترورهایی در ایران از سوی تروریست‌ها انجام شده، مثل صادق گنجی تا این که رایزن فرهنگی بود و ابوالحسن جعفری، اینا روابط رو به هم نزد. یا در ایران هم چندین بار حمله کردن، در 2015 حمله شد به بلوچستان به تیر کشته زخمی شدن، در 2019 هم همینطور، همین 24 آذر گذشتن به راست حمله کردن. بنابراین دو کشور سعی میکنن روابط رو به اون نقطه اول برگردونن، به خصوص این که در هفتم فوریه انتخابات پیش رو هست. رژیم جمهوری اسلامی ایران همیشه با حزب مردم روابط بسیار حسنه داشته و با مسلمی که نواز شریف مشکلاتی داشته. احتمال این که بلال بوتو 35 ساله در مقابل نواز شریف پیروز بشه هست، اینه که به سرعت میخواد تنظیم روابط بکنه که ایشون بتونه وارد مبارزه انتخاباتی.